مسئله این که واقعا ایران میخواد چیکار کنه، جمهوری اسلامی چه هدفی داره، از دوستی با همسایگانش چه ضرری دیده که حالا در اندیشه دشمنی است. امروز واقعا در طول کنفرانس همونطور که شما اشاره کردید از آقای مصطفی فقی بود که یکی از برجسته‌ترین نمایندگان پارلمان مصر هست، رئیس کمیسیون روابط خارجی است، آدمی است که به ایران چند بار سفر کرده، تا ژنرال هلال، تا افرادی از دستگاه امنیتی مصر، وزارت خارجه، سفرا و همینطور از کشورهای عربی کشورهای مختلف عربی نمایندگانی واقعا در سطوح بسیار بالا فرستاده بودند. شاید بتوانم بگویم از نظر مشاغلی که دارا بودن، بنده از نظر شغل کمترین شغل رو داشتم در میان آنها، ولی میزان توجهی که داشتن و نکاتی که من برشمردم مورد توجه قرار گرفت، برای خود من خیلی اسباب افتخار بود، به جهت اینکه بخش عمده ای از صحبتهایی که شد نشان میداد که جهان عرب هنوز تصویری از ایران درست نداره، علارغم همسایگی، علارغم در کنار هم بودن، علارغم این که مصر با ایران دو خواهر تاریخی هستند و در مصر این همه دستگاه ها هست، مراکز مطالعات هست که راجب ایران هم مطالعه میکنن، به خصوص مثلا مؤسسه الاهرام که یکی از بزرگترین مؤسسات مطبوعاتی دنیاست، یه مرکز ویژه تحقیقات ایران شناسی داره و هر هفته یه نشریه میده بیرون در زمینه مسائل ایران، ولی باز هم من میدیدم حرفا در واقع میتوانم بگم به دو بخش تقسیم شده بود. بخشی که به ایران به عنوان یک دشمن نگاه میکردن که الان از اسرائیل در دشمنی جلو زده، و بخش دیگری که معتقد بودن نخیر، باید با جمهوری اسلامی کنار آمد، و در این وسط هیچ صحبتی از مردم ایران نبود، از جامعه مدنی نبود، از اپوزیسیون نبود، از دانشجویان نبود، از زنان نبود. و من بسیار خوشحالم که در این کنفرانس شرکت کردم، بسیار مهم بود برام، برای اینکه یه صدای دیگری هم به اینجا منتقل بشه. ولی اکثرا آقای نوری‌زاده همونطور که اشاره کرده، بله دو دسته بودن، ولی اکثرا به این نکته اشاره میکردن، از آقای فقی گرفته، فقی و عبدالمنعم سعید و بقیه، که باید با ایران وارد مذاکره شد. پرسش اینه، من از بسیار پرسیدم مذاکره درباره چی، صورت مسئله کشورهای عرب با ایران چی هست و به چه شکل مذاکره. ببینید واقعا مشخص نبود براشون، یعنی مذاکره بر سر چی؟ به صرف اینکه آقای اوباما گفته باید با ایران مذاکره کرد، یک نگرانی عجیبی اینجا ایجاد کرده که بله آمریکا دست ایران رو تو عراق باز گذاشت، تو افغانستان، حالا هم لابد میخواد بره با ایران بسازه علیه ما و نقش ژاندارم خلیج فارس رو بده به جمهوری اسلامی. این تصور نزد بعضیاشون بود و واقعا من اظهاراتی میشنیدم که شگفتی زده میشدم. البته بهتون بگم متاسفانه در طرف ایرانی هم همین ناآگاهی وجود داره، ولی جمهوری اسلامی از طریق حزب الله تصور نمیکرد بتونه جامعه مصر رو به هم بزنه. من هرگز مصری ها رو این گونه یک پارچه پشت سر حکومتشون علیه حزب الله ندیدم. یعنی الان یه موضوع امنیتی باعث شد جمهوری اسلامی هر چه رو که در واقع کاشته بود رشته بود پنبه کرد، و به خاطر این عمل حزب الله که حالا اگه فرصتی بود صحبت میکنیم، به اعتقاد من جمهوری اسلامی خیلی ضرر کرد. ولی این حالت سمپاتی نسبت به ایران وجود داره که در این کنفرانس حداقل ما تلاش کردیم در یه جهت درست هدایت بشه که مردم ایران هم در این جهتگیری حضور داشته باشه. به نظرم این مسئله ایران پاشو توی کفش عرب ها کردن، به خصوص ماجرا از بعد از جنگ اسرائیل با حزب الله در لبنان شروع شد و اون توصیه‌ای که پادشاه سعودی کرد برای اینکه صلح بشه و نپذیرفت حزب الله، و بعد مسئله سوریه و بعد هم حالا مسئله حماس، این به هر حال عرب ها رو مقدار زیادی در یه موضعی قرار داده که با ایران شروع کردن به دشمنی کردن، و فراتر از همه اینا مسئله نفوذ ایران در عراق که بارها عرب اعتراضشون به امریکا هم گفتن.
شاید به این فضا دو چیز رو باید اضافه بکنیم. یکی مسئله بازی‌های ورزشی همبستگی اسلامی که قرار بود در تهران برگزار بشه، هیئتی که از طرف دبیرخانه این بازی‌ها هفته گذشته رفت به تهران، واقعیتش این است که بسیار با روی زیاد باید گفت به مسئولین سازمان ورزش ایران گفتند اگر کشورهای عربی قرار باشه بیان، باید روی هیچ کدوم از نقشه ها، اسامی، مدال ها اسم خلیج فارس نباشه و خلیج عربی نوشته بشه یا خلیج نوشته بشه. البته من فکر میکنم مقامات ایران زیر بار نرن، یعنی امیدوارم دیگه انقدر از مردم بترسن که زیر بار نرن. اسمی رو که در واقع روز اول داریوش کبیر گذاشته تا امروز در همه اسمات هم خلیج فارس بوده. ولی این ماجرا روابط رو تیره تر کرد. میخوام بگم اعراب هم اون حرفی که ناصر یه موقع زد و انگشت چشم ایران کرد و خوزستان رو گفت عربستان، نمیدونم خلیج فارس رو گفت خلیج عربی، و الان هم و سه جزیره‌ای که امارات ادعا میکنه، اینها ابزاری شده که اعراب هر وقت میخوان به ایران انگشتی تو چشم ایران بکنن این رو مطرح میکنن، و به نظر من دماسنجیست که نشون میده چقدر رابطهشون احتمالاً تیرست یا شفافه. اما نکته دوم که این به این پازل در منطقه، به این معما در منطقه باید اضافه کرد، مسئله حرف آقای اهود باراک در اسرائیل که به دلیل اینکه جو حمله اسرائیل به ایران در مطبوعات اسرائیل، در رادیو تلویزیون های اسرائیل بسیار بالاست. به قول یک روزنامه‌نگار غربی نوشته بود اسرائیل به گونه ایست که شما شهروند اسرائیلی هر روز صبح که از خواب بیدار میشه فکر میکنه یا هواپیماهای اسرائیل به ایران حمله میکنن یا موشکای ایران به اسرائیل حمله میکنن. به دلیل این جو وزیر دفاع اسرائیل مصاحبه کرد با کانال 10 تلویزیون اونجا و مطرح کرد که ما قصد حمله به ایران نداریم و ایران هم خطری فعلا برای ما نداره، و سعی کرد که این فضا رو آروم بکنه. ولی به نظرم حالا شما همه اینا رو بذارین کنار هم، نزدیک شدن عرب‌ها به اسرائیل، شاید درست بگین روزنامه نگاری که شما از قولشون نقل کردین، روند خودش رو داره، دلایل خودش رو داره و در مسیر صلح خودشونه. اما این که جای دشمنی با اسرائیل که شاید اولویت یک کشورهای عربی در طول 50 سال گذشته بوده، مقداری تغییر کرده به دشمنی با ایران و خطر ایران و خطر شیعه و حرفایی که عرب زدن و میزنن، این یه واقعیتی است که اتفاق افتاده متاسفانه، و در اون منطقه‌ای که ما زندگی می‌کنیم با همه کارهایی که جمهوری اسلامی به نفع عرب‌ها کرده و شاید بشه گفت خیلی اوقات 10 تا انگشتش رو عسل کرده و توی دهن عرب‌ها از جمله سوریه کرده، اما انگشتش رو گاز گرفتن و الان جو اختلاف در منطقه بین عرب و ایران بالاست. همجوری هم که عرض کردم دماسنج خیلی خوبش هم این نیست که اینا بر میزان ادعا کردن روی اسم خلیج فارس و جزایر اینا افسودن عرب ها. البته امروز آقای نوریزاده یعنی قبل از صحبت های ایشون به عنوان خبر هست، فقط بدون استثنا تمام سخنرانان خلیج عربی رو به کار بردن. بعد از صحبت ایشون که توضیح داد که این خلیج فارس سابقه تاریخی شو، از اون به بعد سخنرانان یه جور مصالحه اعلام نشده و کلمه فقط خلیج رو به کار بردن. این فقط یک خبر.